سروش بگذ و تبیان سروش هسته بگو که بکس تکیان مشکلش این بود که مثلا همینطوری که تو خیابون مثلا صحبت میکنیم با دوستتون همونطوری مثلا شعر نوشته شده بود، حالت محاوره‌ای زبونی که روزانه استفاده میکنیم ازش، نه زبان مکاتبه‌ای، و مشکلش همین بود. میزنم داد و بازم داد، منم هنوزم کندلات، تو میخواد واسه من بشی شاخ، اما دارم به تو میگم سزاوار میلاخ هستی، تو میخوای به کیک، تو میتونی به ریک، تو اما نمیتونی چون که من جلوی تو وای میستم. So what's the name of your slum? And what estate are you from? Rama man of brothers will take a cake and break you a crumb. You claim you kick doors down while you blazing your guns, but you're scared to approach me on roads plainly run. So what's the name of your slum? And what estate are you from? Rama man of brothers will take a cake and break you a crumb. You claim you kick doors down while you blazing your guns, but you're scared to approach me on roads plainly run. جوری که با سروش آشنا شدم اینه که یه وبسایتی بود که همه مثلا موزیکای رپ ایرانی رو اون تو میذاشتن و اونجا مثلا مرکز رپ ایرانی رو اینترنت بود که همه آهنگار که گوش دادم و این چیزا، به نظر من یکی از بهترین خواننده‌ای که تو اون سایت بود سروش بود، هیچ کس بود. که بعد واسه من خیلی جالب بود که این کیه و این مثلا خودش چجوریه که اینجوری میخونه. بعد از طریق اون سایت یه سایت دیگه پیدا کردم که سایت خودش بود که ایمیل بود، ایمیلش توش بود، برش ایمیل زدم، من اصلا فکر نمیکردم که جوابمو بده، فکرم اصلا خب از صبح توشم همه برش ایمیل میفرستن دیگه، منم برش آهنگمو فرستادم، بعد اون جواب داد، بعد از اونجا آشنا شدیم. یعنی تقریبا کارای من از 2 سال پیش که شروع به پخش شدن کردم بیشترش تو اینترنت بوده دیگه. حالا یعنی خودم جایی که پخش کردم تو اینترنت بود، حالا مردم مثلا هر کی خوشش اومده دست به دست به طرف مقابلش داده. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین، خیابونا با ما آشنا، قدمامون روش موندگاره، کی نفس بکشه یا که نه رس به روزگاره، بچه ها تو خیابونن اما زیاد توش نمیمونن، چون که میدونن زندگی خیابونی چه خطر داره، کسی نیست که بکس رو برحضر داره، قدمامون چه سنگینن وقتی را میری، تریپ بکسمونو همین جا میگیم، قمه ها به کمر زیر لب این جمله رو میخونیم، خدا تو جنگل آسفال بذار زنده بمونیم، درخت های آهنی حیوان های انسان ما، رسم شاخبازی رو تو خیابون میکنن ربا، بچه هامون هنوز مثل اشاق مستن، رو که تیقه ها با این بدن آشنا هستن، هنوزم بکس ما با مرامن، میذارن تریپ معرفت و برامن، دارم برادری پاهاشو بینیم تنه آهنی، اما نیستش از جنس آدمی، خون آریایی داره تو رگم جریان، این باشه یه حیاته که هنوز داره شریان، ایرانی زندگی میکنم ایرانی میمیرم، وقت جنگ از دهه تو دست میگیرم، قمه ها به دستشونه شروع میشه رقص قمه، مسونه میرقصن هر جنه یه جان کمه، اینه تریپ ما توی خیابونم، توی خیابونم مثلا من یه فکرایی میکردم، هیچی نمیدونستم راجعه رپی، اصلا نمیدونستم اونایی که میخونن چه جوریان و این چیزا، و مثلا فکرم شاید خیلی چیز باشه، مثلا طرفدار آمریکایی‌ها باشن، همش بخوان مثلا لباس آمریکایی بپوشن، فکرم مثلا هی میخوان ازم بپرسن مثلا
خب آخرین آهنگ 50 سنت چیه، آخرین فلان چیز چیه. بعد دیدم بعضیشون هم اینجوری هستن، ولی اولش که با سروش آشنا شدم دیدم سروش اصلا دنبال این چیزا نیست. سروش اصلا کاملا میخواد یه رپ ایرونی رو به وجود بیاره، کاملا با چیزای سنتی ایرونی. من خیلی خوشم اومد که یکی که مثلا تو ایرانه کاملا قضیه رپ رو فهمیده، که همش راجبه این چیزی که به انگلیسی میگن keep it real، که مثلا یعنی واقعی باش، که این چیز اصلی رپ و سروش قشنگ همون بود دیگه، که اصلا نمیخواست ادای چیز دیگه رو در بیاره. به قول معروف انگلیسی keep it real، هر طوری که هستم هستم. حالا چی میگن، رپ باید تو قلب آدم باشه، نه اینکه ظاهر زو مثلا سیاه های اون بر بکنی. Revealing hitch cast large rhymers. Never thought I'd take poison international like the SARS virus. Start riots and fights with dark writings. Sharp snipers that strike like charged lightning. Born in Iran but raised in them London estates. Seen it all from hustling eights to guns in my face. Trust, I ain't coming on no funk tip. But how you gonna claim you fog when you ain't even heard a gun click? Let alone hear the sound of a brother beating repeated rounds in public. Live with street morals and tough justice. In London double B's who I run with. But in Tehran I'm rolling with them 021 kids. Never forget the love that I got from my London fan. But understand it's different when I'm repping the motherland. At the end of the day it's the place I was born. Martyrs from the war got their faces painted on the wall. Here they fight with knives, they don't hold heat. 2-foot machetes make you look sheepish like Bo Peep. Roll deep and even in Iran I move with road beef. We keep the eyes open 24/7 and don't sleep. Man, you're Iranian که توی انگلیس به بزرگ شدم، که دارم سعی میکنم بیشتر راجع به ایرانی بودنم کشف بکنم. بعد اون برش سروش یه ایرانیه که تو ایرانه، که داره با یه سبک موزیکی کار میکنه که اولش خارجیه، ولی این داره سعی میکنه ایرانی درش بیاره. بعد کلا سوژه آهنگ تریپ ما اصلا همینه، که تریپ ما این چیز ماه، ما اینو مثلا خودمون همین هستیم. اینه تیریپ ما توی خیابونا تو وقتی که هستیش که از سفیس و یکم زنده است، تو درگیری با دشمنو نمیدونی چه رند است. Take off road front oh. As long as I'm alive I'm a represent poison. Let's call him crossbone. بیشبینی شدنی نیست سرکات ما، برنده یا بازنده فرقی نداره توی ذات ما. I went from click clack to swinging a big axe. And when I finish ain't a single limb intact. Hitch cast در رار زوی مکی شیرین گفته ها، مالاتای بی خطریم نفس گفت به ما. We cold and gritty, soldiers patrolling swiftly. 021, cause that's the code of the city. بنابراین بعد از استعدادهایی استفاده کنیم که اونو استفاده نکنن، و یکی از این استعدادها استفاده از سازهایی که فقط تو کشور ما یا بیشتر تو کشور ما استفاده میشه، مال ما. مثل مال ماست، مثلا مثل ستار، تار، تومبک یا دف یا خیلی سازهای دیگه که واقعا مخصوص کشور ایرانه، و اگه ما اینا رو بتونیم توی آهنگمون استفاده کنیم، هم میتونیم که یعنی بیتی که ما داریم، آهنگی که ما داریم فقط مخصوص کشور ماست، و حتی برای اونور آبیا یا مثلا برای غربیا هم یه چیز جالبیه و نمونهش هم نیست، یعنی منحصر فقط به ما هست. Je pense qu'en Iran, si on devait utiliser les mêmes instruments et méthodes que les Occidentaux, alors il n'y aurait aucune différence entre nos musiques. Mais en Iran, nous maîtrisons des instruments qui n'existent nulle part ailleurs. Et ça nous permet de créer notre propre style. Avec les instruments traditionnels iraniens, comme le sitar, le tar, le tombak ou le daf, nous pouvons développer un hip-hop typiquement iranien. Ainsi, les Occidentaux peuvent aisément reconnaître notre son et nos beats.
Pour notre passion de la musique, on est bien obligé de supporter tout ça et de continuer. S'ils nous donnent une autorisation officielle pour travailler, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une raison pour raccrocher. Les groupes de métal n'arrêteraient pas non plus. Alors on continue. Une chose est sûre, au pays des ayatollahs, la liberté artistique, c'est pas pour tout de suite. Ce qui ne constitue pas une raison pour un autre largage.